قهر چیه؟ قهر مانع ارتباطیه. چرا مانع ارتباطیه؟ چرا رابطه رو سمی میکنه؟ چرا حال همه رو بد میکنه؟ آیا قهر مشکل رو حل میکنه؟ خیر، هیچ مشکل رو حل نمیکنه. قهر به مشکلات ما اضافه میکنه. در واقع قهر کاری که میکنه اینه که رسیدگی به مشکل رو به تعویق میندازه و با این کار باعث میشه یه سری مشکلات و جزئیات دیگه به مشکل اضافه شه. برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم که وقتی یک قهری اتفاق میفته با قهر ما میتونیم ماجرا رو ختم به خیر کنیم یا فعلا بذاریم یه گوشه باشه تا بعدنا بهش رسیدگی کنیم، نه همچین چیزی نیست. با قهر شما در واقع به مشکل اضافه میکنید. ولی ریشش از کجا میاد؟ مثلا ریشش برمیگرده به بچگیای ما، به موقعهایی که ما خیلی کوچیک بودیم و قهر کردن و قهر بودن جزء اتفاقات ارتباطی بسیار غالب ما بود. وقتی بچه بودیم بچه با هم قهر می‌کردیم، آه تو این رو به من ندی، از خبرستان با تو قهر می‌کنم، تو خونه من نیومدی این کار کردی با تو قهر می‌کنم، این چیزایی که دیگه یادتون بدیگه از بچه. ولی من از کجا یاد گرفتیم؟ بیشترش از والدینمون رو بچه هم، درسته؟ موقع پدر مادر ما اینقدر بلد بودن، اینقدر یه سری کارا رو میکردن. حالا من نمیگم همه پدر مادر، ولی من اکثریت قریب به اتفاق کسایی که تو فالا ایرام نوشتن از پدر مادرشون نوشتن. شما برای من هنوز مامانم داره قهر میکنه مثلا فلان. اولا که قهر سالنت تریتمنت از نظر قوانین حداقل چیزی که من اینجا دارم میخونم یه جور ایموشنال ابیوز محسوب میشه. ایموشنال ابیوز یعنی چی؟ یعنی از نظر احساسی داری شما به طرف رو آزار میدی، آزار احساسیه. و هیچ کس تو مدرسه اجازه نداره از معلم ها با بچه ها قهر کنه. این جزو چیزی که گزارش داده بشه براشون درد سر بشه. اگر یه بچه بره دائم بگه که من پدرم دارم دائم تو خونه دارن این کار رو با من میکنن و وقتی من یه کار اشتباهی انجام میدم با من قهر میکنن، این براشون در واقع دارن گزارش میدن که تو خونه دارن ایموشنالی اینو بچه رو ابیوز میکنن. ببین چقدر اینا مهمه. اما ما چه جوری رفتار میکنیم؟ ما تا با یکی دوچار مشکل میشیم و احساس میکنیم که این مشکل رو اونجا نمیتونیم ادرس کنیم، برخلاف استانداردهای ما برخورد شده، حال ما رو بد کردن، یه حقی به همون از همون گرفته شده، در حق ما اجرا شده، گهگداری راه حلی که به کار میبریم چیه؟ قهر کردن. ما قهر میکنیم، ما حرف نمیزنیم به جای اینکه بشیم راجع به مشکل صحبت کنیم. گاهی وقتی یه دعوایی، یه دیسکاشنی، یک اتفاق میفته، شاید بد نباشه که یه ذره فرصت بدیم، ولی این فرصت باید با اطلاع قبلی باشه، نه اینکه یه دفعه تصمیم بگیریم که با طرف صحبت نکنیم. فرصت باید اینجوری باشه که بگیم ببین من الان خیلی عصبانیم، پس بهتره که با هم صحبت نکنیم، یه ذره وقت بدیم، آروم که شدیم صحبت کنیم، نه اینکه برم تو قهر. امروز تو این پست امروزم نوشتم با قهر در واقع میخوایم چیکار کنیم؟ با قهر در واقع میخوایم یه جایزه بگیریم دیگه. جایزه چیه؟ طرف یاد بگه منت کشید. جایزه اول منت کشید که او تو رو خدا من غلط کردم، من انقدر شنیدم که یعنی دیدم تو کامنت ها دایرکت گرفتم که همسر من با من قهر میکنه، حتی اگر که من مقصرم نباشم و من مجبور یه الگو شده که من برم ازش معذرت خواهی کنم، باش دوباره آشتی کنیم، با هم صحبت کنم. بچه اینا همه برمیگرده به روابط اشتباهی که در بچگی توسط والدینمون با ما اتفاق افتاده دیگه. ما یاد گرفتیم که این یه راه خیلی خوبیه که به جای اینکه اصلاح کنیم روی رابطه یه کار بکنیم، یه اصلاحاتی انجام بدیم، یه ذره حال رابطه رو بهتر کنیم، بهتر قهر کنیم. قهر کردن بهترین کاره. چقدرم عالی.